به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده هستم و همونطور که میدونید این برنامه از مال شما و راجع به مسائل روانشناسی و زندگی صحبت و گفتگوی داریم، مخصوصا با مهمانان عزیزم که امشب خوشحالم خانم لادن صفتی که ایشون روان درمانگر و مشاور خانواده هستن و تخصصشون در حقیقت در هنر درمانی هست و سالیان ساله که در کانون پرورش روان با ما همکاری دارن. خوش آمدید. خیلی ممنون خانم دکتر فوجان زینی از دعوتتون. خیلی خوشحالم و سلام میگم به همه عزیزانی که برنامه ما رو علاقه دارن و دنبال میکنن. امیدوارم تا این لحظه هر جای دنیا که هستین روز و شب خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشتین، آماده هستین برنامه ما رو گوش بدین. امیدوارم که استفاده ببرین و براتون مفید باشه. خانم صفدی، قبل از اینه که با راجب هنر درمانی با هم دیگه صحبت و گفتگوی بکنیم، دوست دارم برای شما عزیزان راجب سمینار رایگانی که قراره 11 می، چهارشنبه 11 می اتفاق بیفته در لس آنجلس ایرتس کالچورال سنتر، چهارشنبه 11 می ساعت 7 تا 9:30 شب، سخنرانی راجب عشق، ازدواج و جنس، سکس، روابط جنسی خواهد بود که خب خیلی خیلی از اشخاصی که قراره بیان اونجا راجع به این سه تا مسئله قراره باشون صحبت و گفتگوی داشته باشیم. خود سمینار به زبان انگلیسی هست ولی خب مدعوین محترمی که دارن میان اکثرا ایرانی خواهم بود، ولی تصمیم گرفته شد که راجع به زبان انگلیسی این رو مطرح بکنیم که خیلی از جوانایی که در لس آنجلس هستن و تشریف میارن براشون مشکله که این نوع گفتار رو به فارسی بشنون و باهاش راحت باشن و در نتیجه تصمیم گرفته شدش که بله به زبان انگلیسی اونو داشته باشیم، ولی خب چون ایرانی هستیم، منم ایرانی هستم، اگر که اشخاص براشون مشکل تر بود یک سری سوالا و جوابهایی میخواستن که به زبان فارسی باشه، خب اونجا این مسئله رو میتونیم با هم دیگه کنار بیاییم و یک سری چیزها رو هم هر دو زبان رو در آن واحد استفاده بکنیم. پس اگر لطف کنین که حتما توی تقویم هاتون بنویسید چهارشنبه 11 می ساعت 7 تا 9:30 شب، ایرتس کمیونیتی اند کالچورال سنتر، آدرسش از 6170 ویلبر اونیو توی تارزانا خواهد بود. میتونین که تشریف ببرین به تارنمای خود کانون پرورش روان که روی صحنه تلویزیون میبینین و روی اونجا نگاه بکنید به آدرس و تمام اطلاعات رو داشته باشید، یا به تلفن های کانون پرورش روان تلفن بفرمایید و بتونید که تمام اطلاعات رو از روی اون بردارید. حتما دلمون میخواد که شما عزیزان رو اونجا ببینیم. این سمینار رایگان هست و در نتیجه هیچ بهانه‌ای ندارین که نیاین، اگه تو لس آنجلس هستین پس خوشحال میشیم که شما رو اونجا ببینیم. خب خانم صفدی، میدونم که شما مایل بودی که تخصصتون رو در هنر درمانی بگیرید و قاعدتا دلیلی داشت که نه تنها مشاوره خانواده رو انجام میدید، نه تنها با اشخاص و کودکان کار میکنید، ولی مایل بودید که حتما تخصصتون رو در هنر درمانی بگیرید. اولا این رو برای ما توضیح بدید که هنر درمانی چیه برای دوستان و اینه که چی شد شما تصمیم گرفتین که برین و این تخصص به خصوص رو بگیرین. خیلی سوال جالبیه. من در حقیقت هیچ بک‌گراند آرت به صورت هنر نقاشی نداشتم. بک‌گراندی که من داشتم در آرکیتکچر یا معماری بود، ولی خب اونم یک نوع خلاقیت درش هست. همیشه یه چیزی من رو مثل این که میکشید به سمت هنر و وقتی راجع به این رشته یه مقدار تحقیق کردم، دیدم چه بهتر، یه چیزیه که هم من علاقه به خلاقیت دارم و من خودم باهاش احساس راحتی میکنم و هم اگر میتونه مفیدتر باشه برای افرادی که به ما مراجعه میکنن، چه بهتر که ازش استفاده بکنیم. یکی از مواردی رو که هنر درمانی در حقیقت در بر میگیره قسمت ناخودآگاه ماست که نه تنها ما گفتگوی میکنیم و سوال و جوابهایی در فضای روان درمانی انجام میدیم که اون شخص چیزی رو که میدونه آگاه هست بهش رو راجع به صحبت میکنه، بلکه یک ابعاد دیگری در هنر درمانی ابراز میشه و اون شخص بهش دست میابه که کماکان با فقط گفتار درمانی ممکنه که اتفاق نیفته. دقیقاً. منظور از هنر میشه به دو قسمت این منظور رو تقسیم کرد. یکی اینه که اصولا هنر خودش ریلکسینگه. خانمایی که کارهای هنری انجام میدن، بافتنی میکنن، یا هنرمندایی که نقاشی میکنن، این رو خیلی خوب میتونن درک بکنن و بفهمن.
بنابراین هنر به خودی خودش یک خاصیت هیلینگ و ریلکسینگ و یه چیزی هست که وقتی شما یک کار هنری رو به پایان میرسونین واقعا ازش لذت میبرین و احساس خوبی نسبت به خودتون میکنین، میگین واو ببین من این کار هنری رو انجام دادم و چقدر زیباست و بعدنم ازش لذت میبرین. این یه خصوصیت هنردرمانی هست. خصوصیت دیگه‌ای که داره همونجوری که خانم دکتر گفتن مسائل، افکار، احساساتی که ما واقعا نمیتونیم به بیان بیاریمش از طریق هنر، از طریق نقاشی، از طریق تصویر واقعا بیان میشه. یعنی از قدیم گفتن اون جایی که کلام از بازگوی احتیاجات و صحبت‌های ما باز میمونه هنر به کمکمون میاد. پس منظور از هنردرمانی در حقیقت همینه. حالا بعضیا میگن من بلد نیستم نقاشی بکنم، حالا بیام اونجا بدتر احساس میکنم که این آدمکی که کشیدم از خودم خجالت میکشم که بلد نیستم، نمیدونم چیه، یا اینی که فکر میکنم اگر نقاشی بکنم یه چیزی اینجا بذارم. شما راجع به من یه فکری میکنی، چیزهایی رو میبینی، یک ابعادی رو میبینی که من خودم نمیبینم و خجالت میکشم چون نمیدونم که آیا اصلا اونها رو باید بگم یا نگم. و در نتیجه یک نگاهی بکنیم وقتی میگیم هنر درمانی کلن چه مدل کارهایی رو در بر میگیره و در یک اتاق روان درمانی که ما نشستیم چطور ممکنه که این مسئله و این هنر خودش رو نشون بده و ابراز بکنه. بله اینم خیلی نکته مهمی بود که گفتین. برای انجام هنر درمانی به هیچ وجهی شما احتیاج به هیچ مهارت هنری ندارید. من خودم از همه بی هنرتر، خیالتون راحت. حتما نقاش خبره‌ای نباید باشی تا این کارو بکنی. اصلا جلسات هنر درمانی فرق زیادی با جلسات گفتار درمانی نداره، فقط هنر یک وسیله است. خیلی وقتا من صحبت میکنم مسائل و جلسات اول اصلا هیچ هنر رو هیچ کدوم از این وسایل هنری استفاده نمیشه، صحبت هایی که توی گفتار درمانی ساده انجام میشه انجام میدم. زمانی میرسه که متوجه میشم که شخصی که به من مراجعه کرده نمیتونه واقعا از با زبانش این چیزی که در وجودش هست رو بگه. اون موقع است که من یا یه سری تصویر جلوش میذارم و میگم از بین این انتخاب بکنه، یا این که کاغذ هست، مواد نقاشی، حالا یا ماژیک یا کرایون یا مداد رنگی، هر چی که هر کسی باهاش راحت تر هست، حتی ممکنه بگم یه رنگ رو انتخاب بکن که احساس تو رو داره بیان میکنه، یه شکل رو انتخاب بکن که داره احساس تو رو بیان میکنه. یه مثال ساده بزنم، خانم جوونی به من مراجعه کردن که حالت استراب داشتن. ما با گفتار درمانی خب یه مقداری صحبت کردیم و بعد به یه جایی رسیدم و از ایشون خواستم که گفتم اگر که این استراب تو یه شکلی داشت چه شکلی میتونست داشته باشه، این رو برای من بکش. و این دختر خانم یه شکل بیزی مانند کشید و بعد گفتم که این اگر یه رنگی قرار بود داشته باشه چه رنگی داشت، و ایشون گفت این بنفشه. و بعد باز با هم دیگه مقداری صحبت کردیم و گفتم که خب الان که اینو داری نگاه میکنی چی به نظرت میاد، شکل چی رو داره. همچون که صحبت میکردیم این تبدیل شد به یک دهن گشاد بنفش رنگ که داره مرتب حرفای نگران کننده در مغز این دختر خانم میزنه. همین این باعث شد که این دختر خانم اولا استرابش از وجودش بیاد بیرون، یعنی الان از وجودش خارج شد، شکل یک دهن گشاده بنفش گرفت. و این خود مسئله جدا شدن از احساس کمک میکنه، برای اینکه خیلی موقع ما فکر میکنیم احساس من رو گرفته و رها نمیکنه و در نتیجه وقتی که فکر میکنم رها نمیکنه فکر میکنم اون داره منو کنترل میکنه. همین جایی که من اونو میتونم به یک وسیله از خودم رها کنم و جدا بکنم، حالا انگار من میتونم یک فاصله ای داشته باشم. تو این فاصله تجربه این که من اونو میتونم تنظیم کنم، نظم بدم یا کنترل بکنم به وجود میاد. دقیقاً. و حتی یه حالت خنده و فان و میدونی سبکی هم به خودش گره. و از این به بعد دختر خانم هر موقع که این فکرهای نگران کننده به ذهنش میرسه
فوراً تجسم اون دهن گشاده بنفش میاد توی ذهنش و حتی شاید یه خنده کوچیکی هم به خودش بکنه و اون فکر نگران کننده رو راحت تر از وجود خودش رها بکنه. این انسان ها ماها خیلی تصویری هستیم و خیلی مواقع وقتی که راجع به احساس صحبت میکنیم یا درون بدنمون داریم تجربهش میکنیم و یا یه حالت خیلی ابسترکت توی مغزمون هست که نمیدونیم باهاش چیکار کنیم. ممکنه با کلمات بتونیم یک مقدار با اون بازی بکنیم، ولی وقتی که تصویری روی اون میاریم، باز همونطوری گفتم ابعاد بزرگتری رو از اون مسئله در بر میگیریم و بعد نگاه میکنیم به اینی که خیلی موقع‌ها توضیح آنچه که هست راحت‌تر میشه وقتی که توی تصویر میاد و بعد تغییر آنچه که هست به مدل دیگه هم باز میتونه به وجود بیاد و میبینیم یکی از قسمتی از درمانش بر اینه که من میتونم نگاه بکنم، جدا بکنم، identify، تشخیص بدم، تمیز بدم که چی هست و بعد از اون حتی میتونم مدلی رو که میخوام در آینده باشه هم یک تصویری بهش بدم که اونجا هم باز برای من اون قدرت رو میاره که من قدرت تغییر یک مسئله رو دارم و اینی که اون چه چیزهایی ممکنه که آماده باشه برای من که من بتونم به اینجا تغییر بدم. دقیقا. کاربرد دیگه که هنر درمانی داره در رابطه با بچه ها و نوجوانان هست. خان دکتر خودشون میدونن با نوجوانان و بچه ها کار کردن. نوجوانا خیلی وقتا هستن اصلا دلشون میخواد با ما ها حرف بزن. افرادی هستن که خب خیلی تالنتدن. نوجوانا الان بسیار به هنر، حالا یا موسیقی هست یا نقاشی هست، خیلی علاقه‌مند هستن. خیلی وقتا حرفاشون رو از طریق نقاشی به ما میگن. بچه‌های کوچیک‌تر همچنین، بچه‌هایی که هنوز مغزشون رشد نکرده که احساسات رو به صورت کلمات مشخصی بیان بکنن، تمام فکراشون، همه احساساتشون رو توی نقاشی‌هاشون به ما میگن. من یه سری عکس هست، نمیدونم آیا بله بسی که آماده هست، اولین عکس رو اگر بذارم. بله، این اولین عکس رو اگر میبینین، این نقاشی ها مربوط میشه به یه پسر بچه 8-9 ساله‌ای که مشخص، نمیدونم تا چه حد مشخصه. همجوری که میبینین این جلسات ممتد پیش من میومد و فقط شارک میکشید، کوسه های مختلف که همم همدیگر رو دارن باز میگیرن. همم، یعنی اصلا الان که نگاه میکنین صحنه های بسیار وحشتناکی رو کشیده. این پسر بچه، بچه یه که از مادرش خیلی زود جدا شده و پیش فاستر مادر یا مادرای ناخونده خونه های مختلف هی دست به دست گشته. و این بچه خیلی تراما دیده، از تراماهای حتی فیزیکی کتک خورده، حتی سکشوالی از نظر جنسی آزار و اذیت دیده. چند سالشه این بچه؟ این بچه 8-9 سالش بود و پسره، درسته؟ و بعد همجوری که میبینین، اگه ممکنه عکس بعدی، باز اینم حالا دایناسوره، باز با همون، یعنی تم تموم نقاشیهاش این حالت جنگجو بودن و خون و اینم باز همینطور. همجوری که میبینید رنگ‌ها بسیار قوی و محکم هست. بعدی رو لطف کنین نشون بدین. بله، اینجا هم اگه باز نگاه میکنین اون پایینی حالت عصبانیت و بله. فریاد و دهن باز به فریاد. بله، اون یکی غمگینه. همش تم تموم نقاشیاش اینجوری بود. حالا اینجا مثل قدرت پیدا کرده یه ذره. الان میبینین که چجوری بعد از اینی که این شخص مدت‌ها تونست خودش رو اکسپرس بکنه از این طریق، یعنی هنر نقاشی شده بود یک وسیله برای این پسر بچه که تموم این درد و رنج هایی که در وجودش بود رو بریزه بیرون و آروم آروم در شرایط امن. چون اگر توی فاستر کیر یا جاهایی که رفته بود، توی خونه هایی که بود، اگر میخواست خشمش رو ابراز بکنه به این حالت نمیتونست به حالت امنیت ابراز کنه. در حالی که در فضای هنردرمانی به نظر میاد که این خشم داشت خودش رو ابراز میکرد و حالت طبیعی و نرمال به خودش میگرفت که فضای امنیه و آروم آروم انگار اون خشم تبدیل به یه قدرت درونی شد. بله، اون عکس بالایی رو که میبینید بعد سوپرمن و حالا این یه چیز دیگه، یه مثال دیگه است که بعدن راجع به اونم